سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس نظریه بازی ها که من میخوام در اون بازی تعادل نش ترکیبی بازی رقابت دو جنس مخالف یا باخیاس روینسکی رو حساب بکنم این بازی رو اینجا کشیدم کمی با اون چیزی که ما قبلا دیدیم عددهاش فرق داره ولی کلیت بازی همون هست من این کارو کردم به این دلیلی که میخوام شبیه مثالی باشه که آقای آزبورن در کتابش حل کرده من اینو هم به عنوان رفرنس بگم به عنوان منبع که من از این به بعد اکثر مثال هایی که در این فصل حل میکنم از کتاب آقای آزبورن هست خب بازی هم به این شکل بود یادتون هست دیگه که زن خانوم یا مرد آقا میتونستن بین باخ یا استرابینسکی یکی رو انتخاب بکنن و اگر هر دو میرفتن یه جا هر دو خوشحالتر بودن و اگر دو جای مختلف می رفتن، هر دو ناراحت می شدن حتی اگر یکیشون جایی بود که خودشون بیشتر دوست داشتن و این نقطه و این نقطه هر دو تعادل نش های خالص بازی هست یا پیور استراتژی نش اکویلیبریوم میتونید برید و دوباره با هم با خودتون چک بکنید حالا من میخوام تعادل نش ترکیبی این بازی رو اگر وجود داره به دست بیارم خب من برای به دست آوردن تعادل نش ترکیبی مثل همیشه میام استراتژی ترکیبی هر کدوم از بازیگرها رو مشخص میکنم یعنی یک توضیح احتمال روی عملهای مختلفشون تعریف میکنم پس میگم بازیگر یک با احتمال پی میره به باخ و با احتمال یک منهای پی میره به استراوینسکی و بازیگر دو با احتمال کیو میره به باخ و با احتمال یک منهای کیو میره به استراوینسکی خب حالا سود بازیگر یک من در صورتی که با احتمال پی خودش به اینجوری یعنی با احتمال پی بره به باخهای که منهای پی به استراوینسکی و بازیگر دو من هم اینجوری استراتژی کیو رو داشته باشه چقدر هست خب میایم مثل همیشه یعنی همون روشی که جلسه قبل حساب کردیم من میگم که با احتمال پی کیو دو به دست میاره و با احتمال پی در یک منهای کیو صفر به دست میاره به علاوه با احتمال یک منهای پی ضرب در Q یعنی در این نقطه دوباره صفر به دست میاره به علاوه با احتمال یک منهای P در یک منهای Q دوباره یک به دست میاره پس این مساوی میشه با در مجموع P در دو Q به علاوه یک منهای P در یک منهای Q این دو Q اگه جلسه قبل رو یادتون باشه یا تازه دیده باشید همون یک، B و Q من هست خب یعنی اگر بازیگر یک من خانوم قطعا بره به کنسرت باخ و بازیگر دو من با احتمال Q اینجوری به صورت تصادفی بازی بکنه سودی که به دست میاره بازیگر یک من چقدر هست و این دقیقا برابر با دو Q خواهد بود خب اگر قطعا بره به کنسرت باخ و در نتیجه سود و این یک من های Q هم برای من در حقیقت همون یک S و کیو هست یعنی اگر بازیگر که من قطعا بره به اس پس سود نهایی بازیگر یک من میشه P یعنی احتمال اینکه بره به باخ ضرب در سود اینکه قطعا بره به باخ به علاوه یک من های پی یعنی احتمال این که بره به کنسرت استراوینسکی ضرب در سود اینکه قطعا بره به کنسرت استراوینسکی به همون روشی که من جلسه قبل گفتم بهترین پاسخ بازیگر یک من برای هر بازی بازیگر دوی من اینجوری به دست میاد که اگر دو کیو بزرگتر باشه از یک منهای کیو در این صورت بهتره که پی رو برابر با یک قرار بده یعنی اگر این عبارت بزرگتر باشه از این عبارت بذارید من با یه رنگ دیگه مشخص کنم این عبارت بزرگتر باشه از این عبارت بهتره که همه وزن رو روی این بزرگتر قرار بده و به همین ترتیب اگر دو کیو کوچیکتر باشه از یک منهای کیو یعنی یک منهای کیو بزرگتر باشه بهتره همه وزن رو روی این دومی قرار بده یعنی پی رو قرار بده با صفر و یک منهای پی رو برابر با یک و اگر دو کیو مساوی باشه با یک منهای کیو بهتر پی هر عددی باشه تفاوت ایجاد نمیشه پی بین صفر و یک هر عددی میتونه باشه و علتش هم کاملا مشخصه دیگه اگر این دو کیو با این یک منهای کیو برابر باشه سودی که بازیگری یک من به دست میاره دقیقا برابر با همون دو کیو خواهد بود خب این پس یادتون باشه فقط برای حالتیه که این دوتا برابرن پس من خطش میزنم خب و دو کیو بزرگتر از یک منهای کیو یعنی چی؟ یعنی کیو بزرگتر از یک سوم این هم یعنی کیو کوچیکتر از یک سوم و این هم یعنی کیو مساویه با یک سوم پس من میتونم در یک نمودار خیلی قشنگ خیلی شسته و رفته نتایجی که به دست آوردم تا اینجا رو بکشم و بذارید من این محور رو میذارم کیو این محور رو میذارم پی خب حالا فرض کنید که این نقطه باشه مثلا یک این نقطه میشه مثلا یک سوم و این نقطه میشه دو سوم و به همین ترتیب اگر این باشه پی مساوی با یک این نقطه میشه یک سوم و این نقطه میشه با دو سوم من الان میخوام بهترین پاسخ بازیگر یک یعنی بهترین پی یا در حقیقت پی ستاره رو به ازای هر کیو رسم میکنم و اینجا ضابطش رو کاملا دارم به ازای کیو های کمتر از یک سوم پس به ازای کیو های کمتر از یک سوم پی باید صفر باشه پس تا کیو برسه به اینجا پی من صفره پس این میشه یک بخشی از نمودار من به ازای کیو های کمتر از یک سوم صفره به ازای کیو مساوی با یک سوم پی من هر عددی بین صفر و یک میتونه باشه پس این میاد تا این نقطه هر عددی بین صفر و یک درسته و به اعضای کیو های بزرگتر از یک سوم پی باید یک باشه خب پس این میشه چی الان؟ میشه بهترین پاسخ در حقیقت بهترین پی به ازای هر این ازایه رو من یه چیزی نوشتم خودم هم نمیتونم بخونم به ازای هر کیو به همین ترتیب من میتونم تابع بهترین پاسخ بازیگر دو رو هم به دست بیارم من خیلی سریع می نویسم که سود بازیگر دو من به ازای استراتژی پی و کیو مساوی میشه با پی کیو ضرب داره یک به علاوه یک منهای پی در یک منهای کیو ضرب داره دو چون این دو نقطه اصلا صفره و هیچ سودی اونجاها به دست نمیاره که این دوباره داره به من میگه که اگر پی بزرگتر بود از دو در یک منهای پی بازیگر که من باید کیو رو مساوی با یک قرار بده یعنی همه وزن رو روی جمله اول بذاره اگر پی کوچیکتر بود از دو در یک منهای پی یعنی کیو رو باید مساوی با صفر قرار بده و اگر پی مساوی بود با دو در یک منهای پی در این صورت کیو هر عددی بین صفر و یک باشه برای سود بازیگری یک فرقی نمیکنه من اینو سریع نوشتم شما خودتون حتما برای خودتون یک بار حساب بکنید این این شرط در حقیقت شرط پی بزرگتر از دو سومه و این شرط شرط پی کوچکتر از دو سومه و این شرط شرط پی مساویه با دو سوومه. پس من اگر تابع به بهترین پاسخ بازیگر دو رو یعنی بهترین کیو رو به ازای هر پی بخوام بکشم به ازای پی های کمتر از دو سوم بهترین کیو صفره پس به ازای پی های کمتر از دو سوم بهترین کیو اشتباه پس به ازای پی های کمتر از دو سوم من با خط صاف بکشم صفره به ازای دو سوم هر کیویی میتونه درست باشه و به اعضای پی های بزرگتر از دو سوم بهترین کیو یک درسته؟ خب پس این الان چه تابعی هست؟ این تابع الان بهترین کیو هست به اعضای هر پی خب حالا طبق اون تعریفی که از تعادل نش و رابطهش با تابع بهترین پاسخ دیدیم میدونیم که نقطه ای تعادل نش ترکیبی بازی هست که هر دو بازیگر استراتژی ترکیبی که دارن بازی میکنن بهترین پاسخشون به بازی اون یکی باشه در حقیقت میشه تقاطع تابع های بهترین پاسخ بازیگرها اگر تقاطعی داشته باشن حالا اینجا کدوم نقطه یا کدوم نقاط این توابه با هم دیگه تقاطع دارن به شکل واضح این نقطه یک نقطه است که در این نقطه پی مساوی با دو سوم و کیو مساوی با یک سومه و این داره به من میگه که اگر بازیگری یک من با احتمال بازیگری یک من با احتمال دو سوم بره به کنسرت باخ و یک سوم به کنسرت استراوینسکی و بازیگر دو من با احتمال یک سوم بره به کنسرت باخ و با احتمال دو سوم بره به کنسرت استراوینسکی هیچ کدوم با تغییر بازی خودشون نمیتونن سود خودشون رو زیاد بکنن و این چیزیه که برای اینکه مطمئن بشیم این نقطه تعادل نشه باید حتما نشون بدیم که هیچ کدوم با تغییر بازی خودشون نمیتونن سودشون رو زیاد بکنن اینجا ما الان به دست آوردیم که این نقطه این ویژگی رو داره ولی این تابع بهترین پاسخ در دو نقطه دیگه هم الان با همدیگه برخورد دارن یکی این نقطه بالا گوشه و یکی این نقطه گوشه پایین این دوتا نقطه چه نقاطی هستن؟ این نقطه گوشه بالا نقطه که در اون پی مساوی با کیو مساوی با یکه یعنی هر دو بازیگر به شکل قطعی دارن اینو بازی میکنن و خب یادمون هست که این یک تعادل نش خالص بازی بود دیگه و این نقطه پایین هم نقطه پی مساوی با کیو مساوی با صفر یعنی هر دو بازیگر به طور قطعی دارن این رو بازی میکنن و یادمون هم هست که این یک تعادل نشه این بازی بود. بنابراین با این روش که ما میریم به سراغ تعادل نشهای ترکیبی یک بازی ما عملا داریم تعادل نشهای ساده رو هم به دست میاریم چرا؟ چون تعادل نش ساده صرفا یک زیر از تعادل نش ترکیبی هست که در اون احتمالها برابر صفر یا یک هست. خیلی هم خوب پس ما تونستیم این تعادل نش رو به دست بیاریم و کارمون با بازی رقابت دو جنس مخالف تموم شد من فقط میخوام قبل از اینکه این, این ویدیو تموم بشه یک مثال حل نشده بدم که خودتون بهش فکر بکنید به عنوان یک تمرین و بازی هم این شکلی هست که من بازیگرهام بذارید من با یک رنگ دیگه که من یک همچین بازی دو نفره ای دارم این رو برید خودتون و تعادل نشش رو حساب بکنید من خودم هنوز حساب نکردم که بخوام جواب نهاییش رو بگم مطمئنم شما درست حساب خواهید کرد خب و بازیگر یک من میتونه مثلا A و B بازی بکنه و بازیگر دو من هم میتونه مثلا C و D بازی بکنه و سودها به این شکله که این نقطه هست 6 و 0 این نقطه هست 0 و 6 این نقطه هست 3 و 2 عدد اول سود بازیگر یک عدد دوم سود بازیگر دو و این نقطه هم هست مثلا 6 و 0 این هست 3 و دو تعادل نش های ترکیبی این بازی رو میتونید برای خودتون به دست بیارید این یک مثال برای اینکه مطمئن بشید این روشی که من اینجا استفاده کردم رو یاد گرفتین من خودم هم نمیدونم جواب آخرش چیه حالا شاید حساب کردم و در نظرات این ویدیو در کامنت ها در حقیقت گذاشتم فعلا در ویدیو بعد میبینم اتون خدا